نیمه روز ادامه دارد و بازم نیمه روز همتان بخیر. و همچنان در استودیو من تنها نیستم، قسمی که همکارم گیتا جانم گفت که بعد از وقفه ما با میمان عزیز برنامه می باشم. امروز هم دکتر صاحب ماری ویدا سفر تشریف آوردن، میخواین در رابطه با جاغور صحبت کنن، چون برنامه بعدی البته در رابطه با مشکلاتی که جاغور ایجاد میکنه، چگونه جاغور با وجود میاد و همچنان بعض از موضوعات دیگری که بود بحث داشتن. امروز میخواین در رابطه با پرکاری جاغور صحبت کنن، چون کسایی که تایراید دارن یا جاغور دارن بعضن این جاغور البته پرکار میشه و کارهای یعنی زیاد انجام میده، مشکلات زیاد رو برشون ایجاد میکنه، اما بعضن فعالیتش کمتر میباشه، که البته در رابطه با کمکاری در برنامه گذشته حتما بحث می داشته باشیم. اما امروز خوب است که در این برنامه از پرکاری جاغور البته آغاز کنیم و دربارش صحبت کنیم. و پیش از اینکه بحث آغاز کنیم، جا داره که دکتر صاحب خوش آمدید بگیم. دکتر صاحب خوش آمدید، نیمه روزتون بخیر. خوش باشین، سلام بر شما، بر بینندگان عزیز که امی آلا مشاهد برنامه زیبای نیمه روز هستن. آها، زنده و سلامت باشین. دکتر صاحب بیننده های عزیز موضوع برنامه را گرفتن و شمایی که البته مشکل جاغور دارین میشه به شماره تماس 0711130 البته تماس بگیرین، سوالات را که دارین دکتر صاحب من پاسخ میده مرتبط به موضوع برنامه البته سوالاتتان باشه. خب در آغاز میشه دکتر صاحب در رابطه به پرکاری جاغور صحبت کنین که چی است و در کدام حالات البته جاغور پرکار میشه؟ بله، قسمی که شما اعلان کردین ما برنامه زیاد متعدد داشتیم درباره جاغور، البته نسبت زیقی تایم یا وقت برنامه ما نمیتونیم در یک برنامه تمام جاغور را برای بینندگان عزیز روشن بسازیم. ما میخوایم به سلسله امو معلوماتی که قبلا دادیم که جاغور چی است، چی اختلاط داره، چی اراز علائم داره و ای که چی وقت پرکار میشه و ای کمکار و یا ای که کمکار میشه ای را معلومات بتیم و در این برنامه را ما مختص به ای دانستیم که سر پرکاری جاغور گپ بزنیم. و جا داره پیش از ای که ما بگویم چی وقت جاغور پرکار میشه یک کم مرور به گذشته داشته باشیم که یاد کسایی که ما را تعقیب کردن یادشان بیاید. دوباره جاغور را گفتیم که در صورت نرمال جاغور چیز نیست که قابل دید باشه، معلوم نمیشه، هر وقت که غده آیپرتروفی میکنه یا کلان میشه او وقت ما گفته میتونیم، یعنی اطلاق کرده میتونیم که یک مریض جاغور داره. ای که از کدام باید داره میخوانیکیت شده برنامه قبلی ما یادآور شدیم. بله، و ای در قدام گردن قرار داره، در این قسمت که قبلا تشریح کردیم و شکل پروانه ماننده داره و وزن از ای در رفرنس ها متفاوت گفتن، یعنی در بعض رفرنس ها گفتن 12 تا 20 گرام و در بعض رفرنس هایی که ما قبلا گفتیم چون رفرنس ها نو شده میره و ما معلومات نو میخوانیم، به اون خاطر میشه که کسایی که معلومات نو نگرفتن یعنی رفرنس های نو مطالعه نکردن اینا نگوین که اشتباه در گرامش بوده، یعنی ای در بعض رفرنس ها از 15 تا 25 گفته و بعض رفرنس ها 12 تا 20 گرام وزنش گفتن. و ای که چی وقت پرکار میشه، یعنی پرکاریش به چی مانا، تشریش قبلا کردیم. وقتی که ما میگیم که غده تایراید یا جاغور پرکار میشه به این مانا که فعالیت بیش از حد میکنه. این حال وقتی که فعالیت بیش از حد بیش از حد کرد چی ابنورمالیتی را در وجود به میان میاره یا به وجود میاره، این یک در تمام بدن یا در تمام وجود یک سرعت تمام حرکات اعضای بدنی زیاد میشه. از این جمله ما یادآور میشم، یعنی گفتم میتونم که حرکات اعماد اینجا بسیار زیاد میشه. بعضی وقتا متاسفانه چون تشخیص درست نمیشه و یا ای که هیچ نزد دکترها مراجعه نمیکنن نزد مریض ایسال پیدا میشه، داله که مریض جاغور بسیار پرکار داره ای تشخیص نشده، امی که ایسال می داشته باشه مریض خودسرانه میرن از دواخانه دوای خودسرانه را میگیرن و در مقابل ایسال اینا آنتی بیوتیک بسیار خودسرانه استفاده میکنن. اون وقت است که مریض ها در مقابل آنتی بیوتیک مقاوم میشن و دیگه اگر امراض دیگه یعنی در آینده اینا نزدشان پیدا میشه اینی وقت است که باز آنتی بیوتیک در مقابل مرض از اینا جواب نمیده و ای از عدم تشخیص
پرکاری جاغر می باشه. یعنی یکی از اعراض ازی یعنی مشکلاتی که خلق میکنه از باعث پرکاری ایسال است که باید تشخیص تفریقی در هر امراضی که میشه که باز در اعراض علایمش ما شما یادآور میشیم باید در نظر باشه. و دکتر صبح میشه در رابطه به این صحبت کنین چون یگانه یعنی گپ و یگانه چیزی که زودتر به ذهن کسایی که مریض هستن میرسن این است که یعنی چقدر این تکلیفی که دارن خطرناک است و چقدر برشان مشکل ساز میباشه که بیشتر شما میشه درباره صحبت کنین. خیلی بیاین که صوفیا جان اعراض علایمش بگویم که در خطرات جدیش باز می باز اسهال است و اگر ادامه میده اعراض علایمش نیست. این چیز است ما گفتم که در میخانیکیتش چون وقتی که جاغر پرکار میشه تمام در تمام سیستم بدن یک سرعت یعنی بسیار زیاد رونما میشه. به این علت گفتم که یکی از مثالایشی است که حرکات اعما زیاد میشه و بعض وقتا که در پرازیتا باید تشخیص تفریقی شود که اگر نشوه اون موالت که قبلا گفتم اینو اگر سر اعراض علایمش بیم در هر اعضا یک اعراض علایم خاص داره بله. مثلا نزد کسایی که جاغر از اینا پرکار است یعنی بیش از حد فعالیت میکنه موهای اگر از سیستمیک شروع کنیم از مو اگر شروع کنیم موهای از اینا بسیار باریک نرم و همچنان شکنند و ریزش موی نزد از اینا پیدا میشه بله. کسایی که پرکار است یعنی پرکاری خودی تایراید داره و کسایی که اینمی مشکلات دارن در چشم از اینا یک چشم به بیرون برآمده یعنی پیش برآمده میداشه باشن این که از چی باعث چون در عقب چشم از اینا تجمع شم میباشه و کرویات سفید خون اونجا تجمع میکده باشه و چشم به صورت پیش برآمده نشان میده و اینمی مریضا شبانه که خواب میکنن چشم از اینا به صورت کامل پت نمیشه یعنی نیمه باز میمانن نزد از اینا خشکی چشم پیدا میشه زمانی که نزد مریض خشکی چشم پیدا شد یعنی از نظر مسلکی که در چشم است از نظر طبابت این یعنی بسیار مشکل جدیتر مشکلشان جدیتر میشه یعنی پیشرفت میکنه و در اینی مرحله است که حتی نزد مریضا کوری به وجود می آید از باعث کوری چشم از باعث پرکاری غده تایراید و امی قسم اگر بیایم در گردن زمانی که غده تایراید نزد از اینا وجود می داشته باشن در برنامه قبلی یادآور شدیم یک اسرت تنفس یا مشکلات در تنفس مریضا پیدا می شه یعنی نفس تنگی نزد از اینا پیدا می شه به چی مانو که این غده وقتی که هایپرتروفی می کنه وقتی که بزرگ می شه سر انجره و یا ترخیا فشار وارد میکنه زمانی که مریض خواب میکنه نمیتونه تنفس به صورت منظم تنفسی که باید کنه نزد از اینا یعنی عدم یعنی اسرت تنفس پیدا میشن یعنی تنفس نرمال نمیتونن همین قسم اگر در قلب بیایم از باعث فعالیت بیش از حد ای غده در قلب از اینا یک هایپرتروفی یعنی بزرگی قلب پیدا میشه تپش قلب پیدا میشه یعنی تکان قلب میداشته باشن دردای صدری پیدا میشه که در دردای صدری باز ما و شما گفته میتونیم که این یک تشخیص تفریقی بسیار همونطور جدی کار داره بلی. کسایی که مشکلات واقعی قلب دارن و کسایی که از باعث پرکاری تایراید یا جاغر مشکل قلب نزد از اینا پیدا میشه و به می قسم نزد از این مریضا از نظر جلدی اگر بگویم اینا یک در قسمت ساق پای خود یک قسم خشکی یا جلد از اینا به شکل دانه مانند یا پوست نارنج اگر بگویم این قسم یک منظره را میگیره پیدا میشه و اینمی درشتی شده میتونه در تمام جایی که به تردید معروض هستن یا ای که مثلا گفته میتونیم که به آرنج و یا ای که در جایی که ما شما تکیه میتیم یعنی عظام یا استخوانایی که متبارز میباشن و زیادتر به تردید معروض هستن این خشکی در اونجا دیده میشه و همچنان در نزد از این مریضا در ناخونایشان یک قسم همواری یعنی سطح یا بستر ناخون از اینا هموار میشن یعنی اینمی تبارزش یا پل که میگم اینی از بین میره قاشق مانند میشه کی را در امو استیلای تیبی ما کلبنگ میگیم نزدشان پیدا میشه و بیایم در سوال شما که خطراتش یعنی خطراتش بره. چطور است کشنده است یعنی بله یک نوع از امی نوع پرکار جاغر که است
ایره به نام امونو طوفان آسایش و شکل طوفانیش میگن که در اینجا مریضا بسیار کسل، خسته، فوق العاده خواب آلود می باشن که اکثرا هیچ خوش کسی در محیط تماس بگیرن، به انزوا می باشن، گوشه گیر می شن و خسته می باشن. اینی نوسته که در 30% واقعات با وجود از این که در صورت که لیت یعنی مؤخر ای تشخیص شوه اینا 30% وفات با تاسف داره. بله و دکتر صاحب بعض از دوستایی که یعنی البته جاغور داشتن بعدش عملیات صورت گرفته و جاغورشان البته بیرون کشیدن خوشبختانه و میشه شما در رابطه با این صحبت کنین که همیشه دلهوره و یا ترسشانی است که خدای نخواسته همی جاغور و یا غده تایرات دوباره رشد نکنه و بازم به می تکلیف اینا دچار نشن، چقدر یعنی امکان رشدش بعد از عملیات وجود داره یا داره نداره بیشتر شما میشه بگید؟ خب سوالی که در برنامه قبلی هم داشتیم امو امشریان عزیز ما این سوال کرده بودن، یک چیزی که قابل گفت است که میخوایم بگویم در این برنامه ای است که یعنی عملیات جاغور یک عملیات ساده نیست که هر جراح ما یعنی جراحی که بی تجربه باشه این عملیات بکنه. بنان زمانی که مریضا مراجعه میکنه جاغورش تشخیص میشه نزد دکتر سایبای با تجربه و با مو تجربه کاری فراوان میباشه میرن عملیات میشن، من فکر نمیکنم که بعد از او پس این او دیالوکس داشته باشه، در صورت که اگر نوع سرطانیش باشه باز شده میتونه که نقص کنه یعنی جاغور در کل انواع مختلف داره. در برنامه قبلی تشریح کردیم که هم نوع سلیمش می باشه و هم نوع خبیثش. خب دکتر صاحب میشه برنامه جنبندی در رابطه با جلوگیری صحبت کنید که یعنی کدام کارا صورت بگیره که کسایی که جاغور دارن جاغورشون پرکار نشه و یا هم دچار تایراید نشن؟ بازم امی برنامه سلسله‌ای که بگویم خب دکتر ایمانا... ای بار سر جلوگیری صحبت کنین که یعنی جاغوری که دارن امی مشکل که دارن پرکارتر نشه بنان خوبی است امی که تشخیص شد مریض جاغور داره نزد دکتر سایبایی که مربوط شان میشه مراجعه کنن تشخیص شود تداوی نرمال یا امو ماهوار خود تحت نظر دکتر بگیرن کنترل میباشه و از پرکاری یا کمکاری ازی جلوگیری میشه. و میخوایم بگویم که به برنامه دیگه ما شما سر کمکاریش صحبت میداشته باشیم که باز اگر سوال باشه میشه که قبلا سوالای خود روان کنم که باز ما شما جواب باشیم. آها و شما بیننده هایی که برنامه رو تماشا میکنید قسمی که دکتر صاحبم گفت اگر شما مشکل تایراید و یا جاغور دارین میتونین که سوالاتتون از همین حالا در صفحه فیسبوک برنامه و همچنان شماره تماس برنامه و ایمیل آدرس برنامه ما بفرستین، روز بعدی که دکتر صاحب تشریف آوردن حتما سوالات شما را پاسخ میدن. بازم تشکر از اینکه تشریف آوردین، صحبت خیلی خوب داشتین در رابطه با جاغور و شما بیننده های عزیزی که همیشه در بدنتون بعضی از تغییرات و یا بعضی از مشکلات را میبینین و یا کسالت بیش از حد دارین که البته مشکلش را نمیفهمین که این کسالت ناشی از چی است، به زودترین فرصت نزد دکتر سایبای عزیز مراجعه کنین تا اینکه تداوی شین و مشکلات زیادتر نستون رخ نده. بازم تشکر دکتر صاحب. بیننده های عزیز در حال حاضر اخبار بانوان آماده نشر است، بعد برمیگردیم و گیتا جان با مهمانشان و البته پیش از اینکه اخبار بانوان را تماشا کنیم وقفه میگیریم.